صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، خصوصا أخيك أبا الفضل العباس وأختك حضراء زينب. فيا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. شب دیگر با برنامه تکیه بین الحرمین در خدمت شما هستیم. امروز بعد از ظهر به نیابت همه بیننده های محترم تکیه بین الحرمین مشرف شدم حرم آقا قمر الولایه، قمر العشیره، آقام ابوالفضل عباس. قصدم این بود و نیتم این بود که به شما هم عرض کنم که هر کسی که امشب بیننده برنامه ما هست در این زیارت شریک باش. همونطور که در جریان روند برنامه تکیه بین الحرمین هستید، محوریت برنامه بررسی مقتل سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثناس. این ایام و قسمت‌های گذشته برنامه تکیه به خاطر مناسبت‌هایی که بوده، ایام شادی که امیدوارم هر جا بوده اید به امضای حضرت صدیقه علیا رسیده باشه، موضوع برنامه رو تغییر دادیم و در احادیث برائی، یعنی احادیثی که تشویق و ترغیب میکند اظهار برائت از دشمنان اهل بیت رو، راجع بهش صحبتهایی کردیم که بیننده محترم در جریان هستن. اجازه میخوام از امشب به بعد و از این برنامه برگردیم به همون بحثی که داشتیم، یعنی روایاتی که راجع به مقتل سید الشهدا و فضائل حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستش. پس طبق رسم ما و رسم اهل تکیه وضو بگیرید، پای گیرنده هاتون باشید و قصد کنید که نه در تکیه یا حسینیه مشرف شدید و ما رو دنبال کنید. صلواتی هدیه کنید محضر آقام بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. در احادیث و روایات گریه کردن و عظمت سید الشهدا و زیارت سید الشهدا بودیم. در مقدمه کتاب نفس المهموم شیخ عباس قمی، محدث ثانی یا خاتم المحدثین، بزرگواری که عرض کردم از زیر قلم ایشان حدیثی رد نشده است مگر اینکه صحیح است انشاءالله. تقریبا به قوله اهل فن
مطالب شیخ عباس قمی حد یقف هستش، یعنی جایی که خواننده کتب این بزرگوار میتونه توقیف داشته باشه، وقف کنه، توقف کنه و میتونه به راحتی بپذیره. حرفی که زدن بزرگان شیعه. این عرض بنده دلیل بر این نیست که اختلافاتی با دیگر مقاتل نداشته باشه. این اختلافات علمی هستش، یعنی اگر بین صحبتهایی که بنده عرض میکنم به خصوص خدمت شما بیننده‌های محترم کلمه اختلاف به زبونم جاری شد، منظورم اختلاف هم خانواده مشاجره و مقابله نیست، منظور اختلاف نظر علمی است که اساس شیعه هم بر اینه که احترام بگذاره به نظر همه و اون نظری که با قرائن برش ثابت میشه اونجا یقین حاصل کنه و طی ادامه مسیر و اعتقادش رو بده. یعنی اگر گفتم که اختلاف در نقل این روایت است، دلیل بر مخالفت یا رد نیست، یعنی جایی که باید تحقیق بیشتری بشه و اقوال دیگری رو هم دید. این نکته رو گفتم شاید خوب باشه خدمت بیننده ها بگم. حالا که زمینه حرف اینطور شد، یه نکته دیگه هم عرض کنم. ما در طبقه بندی حدیث سبک خاصی داریم، یعنی قواعد خاصی داره، هر علمی قواعد خاصی داره، هر علمی تقسیم بندی های مخصوص به خود داره. گاهی وقتا اشخاصی پیدا میشن که از این تقسیم بندی ها خبر ندارن و الفاظی که مخصوص اون علمه، یعنی برای اون علم وضع شده، برمیدارن و معانی که در علم دیگه ای ازش استخراج میشه استنباط میکنن. یعنی چه؟ اگر لفظی در علم مثلا ریاضی گفته شد جمع، این معناش اینه که باید دو عدد رو به هم اضافه کرد. ولی اگر در علم اجتماعی گفت جمع، یعنی یک مجموعه. این یه مثال خیلی ضعیف بود که تقریب به ذهن بشه چی عرض میکنم. یعنی هر لفظی در علم خودش معنای خاص خود رو داره، نه اینکه ما لفظی رو از علمی اتخاذ کنیم و در علم دیگه استفادهش کنیم و یک معنای غلطی برداشت کنیم. این مقدمه رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه اگر گاهی میبینیم گفته میشه در زبان اهل حدیث که این حدیث صحیح است، یا این حدیث صحیح اعلایی است، یا این حدیث حسن است، یا این حدیث ضعیف است، این ضعیف در مقابل قوی نیست، در مقابل صحیح نیست. حدیث ضعیف دسته ای از دسته های روایات و تقسیم بندی روایات علم حدیث هستش، یعنی یک گزینه است. حدیث ضعیف به معنای حدیث دروغ نیست بیننده محترم. این استفاده رو به اشتباه بعضی کردن از عوام که وقتی گفته میشه این حدیث ضعیفه یعنی دروغه. العیاذ بالله، همین چیزی نیست. حدیث صحیح و حدیث ضعیف این دستبندی روایات هستش، یعنی در متون اصولی یک قواعد دیگه ای داره حدیث صحیح و حدیث ضعیف یک قواعد دیگه، که بیش از این اگه اینجا حرف زنم تخصصی تر میشه و باید اهل حدیث بیشتر در این مقام صحبت کنند یا صحبت کردن شما صحبتاشون رو برید ببینید. پس این جواب باشه براتون. اگر کسی گفت احادیث فلان کتاب ضعیفه، معناش این نیست که دروغه. بهش بگید شما تقسیم بندی احادیث بلدی که ضعیف رو دروغ میپنداری؟ طور نیست. اینجا حرف مفصله و خیلی از بزرگان صحبت کردن. بنده هم یه نکاتی راجع به مطلب خودم عرض کردم، یعنی مقتل سید الشهدا. پس اگر روایتی رو عرض میکنیم که ضعیف است، که بنده سعی میکنم اصلا این عبارت رو به کار نبرم، حتی در معنی کردن روایات
اگر جایی شنیدید بزرگواری گفت ضعیف است، این یعنی نه اینکه این روایت دروغ است، یعنی دستبندی احادیث در طبقه ضعیف مقابل صحیح حسن و اون دستبندی که علم حدیث داره. و نکته مهمتر که به نظر بنده میرسه برای اهل تکیه عرض کردم بارها گفتم این رو که این حرفایی که میزنیم مال اهل تکیه هستش، مال خودمونه، مال بیرون از بیرق سید الشهدا نیست. اینکه یه عده‌ای چه دستی تو کار بوده نمیدونم که شیعه رو سوق دادن سمت سند و صحیح. این دست خوبی نیست، چون مبنای شیعه در قبول حدیث درایت حدیثه. سلسله سند برای صحیح برای شیعه ثابته و صحیحه. اون چه که بیشتر حائز اهمیت است در شیعه درایت حدیث است، یعنی این متن حدیث با قرآن و بقیه کلام اهل بیت میخونه یا نه. شیوه بزرگان شیعه هم همینطور بوده. آن دسته که فقط در حفظ سند و حفظ سیاق حدیث میکوشیدن غیر از مان، یعنی اهل تسننه. پس شیعه به متن، به درایت بیش از سند توجه داره، با علم به اینکه سند شیعه خیلی خیلی محکم و قوی است. میان برنامه ببینیم و از صداهای قدیمی متنی خوانده شده گوش میکنیم و برمیگردیم. نسیمی که از بنه آن کاکلاید، نسیمی که از بنه آن کاکلاید، مرا مرا خوشتر ز بوی سنبل آید، چه شاگیرم خیالش را در آغوش، سهر از بستر هم بوی گلای ستاره ای به درخشید و مجلس شد، تمام هستی زهرا نصیب نرگس شد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. عذر میخوام از بیننده آگاهی اگر از محور اصلی بحث خارج میشم. به نظرم میرسه که بعضی حرفا رو بزنم، چون خیلی از رفقایی که با بنده در ارتباط هستن تقاضا میکنن گفتن بعضی این حرفا رو. در کتاب رسیدیم به حدیث 36. ابن شهرآشوب از ابن عباس روایت کرد که هند از عایشه خواهش کرد که تعبیر خوابی که دیده بود از پیغمبر صلی الله علیه و آله بپرسد. پیغمبر فرمود او را بگوی که خواب خیش بیان کند. هند گفت دیدم گویی خورشید بالای سر من طالع شده.
و ماه از اندام من بیرون آمد و گویی ستاره سیاه از ماه جدا گشته و بر خورشیدی کوچک از خورشید اولین جدا شده بود حمله کرد و آن را فرو برد. پس افق تاریک شد. آنگاه دیدم ستارگان چند در آسمان حرکت می کنند و ستارگانی سیاه در زمینند، اما ستارگان سیاه از همه جا آفاق زمین را فرو گرفتند. این خواب هند مادر معاویه بود. پس چشم پیغمبر صلی الله علیه و آله از عشق پر شد. تا این خواب را برای پیغمبر نقل کردن، چشمان پیغمبر اشک‌آلود شد و دوباره فرمود ای هند بیرون برو، ای دشمن خدای که اندوه مرا تازه کردی و خبر مرگ دوستان را به من دادی. و چون بیرون رفت گفت خدایا لعنت کن او را و نسل او را. پیغمبر وقتی هند رفت بیرون دستشون رو بالا کردن، گفتن خدایا هم خودش رو لعنت کن هم نسل او را لعنت کن. و از تعبیر خواب پرسیدن. اونایی که دور حضرت ختم معاب بودن پرسیدن آقا تعبیر خوابش چیه که اینطور شما رو پریشون کرد؟ فرمود آیا آن ماه معاویه مفتون فاسق منکر خدای تعالی است؟ اون ماهی که هند نقل کرد معاویه فاسقه، که شنیدید در این روایت پیغمبر لعن کردن، بارها پیغمبر خاتم لعن کردن، این خانواده رو لعن کردن، خانوادگی رو لعن کردن. برید در متون تاریخی ببینید بدن معاویه لعنت الله علیه چه حجمی داشت، شکمش چه برجستگی داشت، چه بزرگی داشت. علتش رو بخونید در کتب، ببینید چرا معاویه انقدر چاق بود، چرا انقدر غذا میخورد. حتی تو احوالاتش گفتن که انقدر غذا میخورد که میافتاد و میگفت که سیر نشدم، خسته شدم. خاطر نفرینی بود که پیغمبر در حق او کردن و اون کلمه لا تشبع رو به کار بردن. برید مراجعه کنید ببینید زیباست. برحال پیغمبر به کرات و مرات خانواده ابو سفیان و منصوبین ابو سفیان رو لعن میکردن. اون ماهی که جدا شد معاویه فاسق منکر خدای تعالی است و آن تاریکی که میگوید و ستاره سیاهی که دید از آن ماه جدا میشود و بران خورشید کوچکی از خورشید اول جدا شده بود حمله کرد و آن را فرو برد و سیاه شد. پس تعبیر این واقعه آن است که پسر من حسین علیه السلام پسر معاویه خواهد کشت. حسین من رو پسر معاویه خواهد کشت. پس آفتاب سیاه می شود و افق، دقت کنید، آفتاب سیاه می شود و افق تاریک می گردد، اما آن ستاره های سیاه که زمین را از هر جا فرو گرفتن، پس آنان بنی امیه هست. ستاره های سیاهی که پخش شدن روی زمین، اونها بنی امیه هستن. پناه بر خدا. حدیث 37 شیخ ابن نما در کتاب مطیر الاحزان روایت کرده است که از عبدالله ابن عباس، چون بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت شد، پیغمبر در اون بیماری سخت آخر عمر شریفشون بودن، بیماری که به سبب مسموم شدن، اون بیماری که نوشتن در آیه اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، تفسیر صافی مراجعه کنید ببینید چه کسانی سم دادن که راجبش صحبت کردیم و بارها گفتیم. بر اون دسته از عزیزان میگم که به تازگی برنامه شبکه جهانی امام حسین و برنامه تکیه رو دارن ملاحظه میکنن. بعضی سوالها که برای ما ارسال میشه، اینو تو پرانتز عرض کنم، از بعضی از سوالهایی که برای ما ارسال میشه و پرسیده میشه، بنده به نوبه خودم ملتفت میشم که خیلی مطالب مقدماتی رو باید شرح داد برای اون دسته از عزیزانی که تازه به ما پیوستن. اون دسته از عزیزانم که
الحمدلله این مدارج رو طی کردن، حلم و صبر کنن و رعایت از عفو رو بکنن تا انشالله نتیجه بگیرن. بله عرض می کردم، در اون بیماری سخت حسین علیه السلام رو به سینه خود چسبانی و عرق آن حضرت هنگام رحلت برو روان بود و می گفت یزید را با من چه کار. تو اون لحظه پیغمبر خدا سید الشهدا را بغل کردن، عرق می کردن و می فرمودن یزید را با من چه کار، خداوند او را مبارک نگرداند، خدایا لعنت کن یزید را. آنگاه غشوه بر آن حضرت عارض شد، پیغمبر از هوش می رفتن، البته اون هوش رفتنی که راجعش صحبت کردیم، و این حالت دراز کشید، خیلی طولانی شد و باز به هوش آمد و حسین را بر سینه گرفت و هر دو دیدش اشک می ریخت و می گفت البته من و کشنده تو نزد خداوند عزوجل به یکدیگر می رسیم. حسین رو دوباره بغل می کرد، خاتم الانبیا می بوسید و می گفت حتما اینطوره که من و قاتل تو یک روزی قیامت محضر خدا به هم خواهیم رسید و اونجا من اقامه حق می کنم. انشالله بیات منتقم آقام سید الشهدا، انشالله بیاد بقیت الله الاعظم و انتقام بگیرد تا محشر باز این پرونده باز شود و انتقام بگیرد. میان برنامه آماده کردیم، ببینیم در خدمت شما هست. ممنون از صبر و حوصله شما، ممنون از اینکه بیننده تکیه بین الحرمین هستیم. خدا خیرتون بده، خدا خیر بده اون دسته از عزیزانی که هم ما رو متابعت میکنن، میبینن برنامه ما رو، هم پیشنهاد و انتقاداتشون رو برای ما میفرستن. خیلی خیلی پیام ها زیاد هستش. تشکر میکنم از همه بیننده های محترم و عذرخواهی میکنم اگر پیام ها رو تک به تک قرائت نمیکنم. خب یه کمی محدودیت زمان داریم، انشاءالله میخواییم به مطالب مهمتر بپردازیم، ولی قطعا بدون پیام شما محضر سید الشهدا خوانده میشه. هر پیامی که هر بزرگواری به بنده داده خونده شده و به سید الشهدا عرض کردم و حاجت اون را خواستم، دیگه حالا تا یار کرا خواهد و میلش به چه باشد. بفرستید برای ما، صدا برای ما بفرستید، روزه بخوانید. رسالت اول برنامه تکیه بین الحرمین اینه که تمام مردم روزخون سید الشهدا باشن. میتونید توی مجلسی شرکت کنید یا در یک فضای خانه‌ای پرچم بزنید، بشینید روی صندلی یا منبری و بخوانید، از خودتون ضبط کنید، برای ما فیلمش رو ویدیوش رو بفرستید ارسال کنید، ما قطعا پخش میکنیم. الانم فرستاده شده. نکته ای که عرض کردم بازم عرض میکنم، اگر از بزرگواری صدا برای ما میفرستید حتما رضایت اون بزرگوار رو جلب کنید، یعنی بهشون بگید که این صدا رو میفرستیم برای شبکه جهانی امام حسین، حتما این کار رو بکنید، چون که بعضی از اعزه شاید راضی نباشن از این درگاه، از این شبکه پخش بشه. انشالله که مولا مدد میکنن و بر همه واضح و مبرهن میشه خیلی از چیزها. به هر حال قصد ما اینه که صدای روزه خوندن شما رو به همه عالم برسونیم. اون دسته از عزیزان و مدعاهانی که شرف منبر رفتن بر رسای سید الشهدا را دارن که دارن، اون دسته از عزیزانی که هنوز نتونستن بخوانن برای سید الشهدا، چه مدح و چه مرثیه، این دسته از عزیزان بیشتر مورد نظر بنده هستن. بفرستید، از خودتون شروع کنید به روزه خواندن و قصد کنید روزه خوان سید الشهدا باشید. بعد از آیتم برنامه مهمانی که در هر قسمت در خدمتشون هستیم، تماس ها باز میشه. شماره تماسی که پایین گیرنده هاتون ملاحظه میکنید، میتونید زنگ بزنید و به صورت زنده برای ما مدح و منقبت بخوانید. هرچند اگر ضبط شده بفرستید افضل و بهتر هست برای ما.
میان برنامه رو ببینیم در خدمت مهمان این چند قسمت حاج محمد علی کربلایی هستیم. قسمت چهارمش آماده پخش هستش. قسمت‌های قبلی رو ملاحظه کردید. هر بزرگواری که میخواد ببینه قسمت‌های مهمان را یا این آیتم‌های صداهای ماندگار را از این پس میتونه از کانال تلگرام شبکه جهانی امام حسین، یعنی امام حسین تیوی، از اونجا پیگیری کنه. کانال تکیه رو ما منتقل کردیم به کانال شبکه جهانی امام حسین که دم دست باشه و همه بتونن استفاده کنن. یا علی مدد، در خدمت شما هستیم. یا ابا عبدالله، همچنان در خدمت حاج آقای کربلایی هستیم. حاج محمد علی کربلایی، ساکن قزوین و از بزرگان حسینیه کربلایی های مقیم شهر قزوین. نصایح این بزرگوار رو شنیدیم و باز هم از فرمایشاتشون حسن استفاده رو میبریم. حاج آقا در خدمت شما هستیم. باز هم جا داره که من بگم از معجزات آقای امام حسین علیه السلام که در حسینیه ما حدود 20 سال پیش اتفاق افتاد، فرزند همین حاج خلیل مرحوم که الان هستن فرزندشون، جا داره از زحمات ایشون به نوبت خودم از طریق این رسانه تشکر کنم. ایشون واقعا خادم الحسین هستن. اطعامی که در حسینیه پخته میشه و قبلا پخته میشد ایشون زحمتش میکشیدن. الان بر اثر بیماری که دارن زیاد نمیتونن. من از همینجا از خود آقای امام حسین میخوام که ایشونو صحت و عافیت کامل بده. ایشون کاملا انشاءالله دوباره در خدمت امام حسین باشن و هستن. البته در سحرگاهان عاشورا بود، ایشون مشغول پخت و پز بودن برای ظهر عاشورا. از چند متری بالا رفته بودن تا برقی که باید اونجا روشن بکنه مشغول روشنایی اون برق بودن که ناگهان جرقه از برق ایشون از خودش رها میکنه. به فاصله 8 متری از بالا میافتن به طرف زمین. و معجزه امام حسین اینه که زیر پاشون شعله آتش بود، اجاق گازی که روشن بود و آب داشت میجوشید، ایشون در کنارش افتادن و بر همون صدمات نچندانی در فک و دهانشون اتفاق افتاد، در دست و بالشون اتفاق افتاد. الحمدلله نظر امام حسین ایشون در مدت چند روز خوب شدن. این از معجزه امام حسین بود که شامل حال این برادر عظیمون آقا صاحب برگشایی بود. بله، از معجزاتی که برای این برادر عظیمون آقا صاحب برگشایی اتفاق افتاد. برق فاز بالا گرفت ایشونو. بله. از بلندی هم حدوداً 8 متر افتادن، زیرشون هم اجاق گاز و آتش و این چیزا. ولی بله، ایشون در کنارش افتادن. عجب. سحرگاهان عاشورا، عجب، روز مصیبت امام حسین. بله. همه متحیر شدیم، همه دست از کار کشیدیم که چه مصیبتی و چه بلایی سر این برادر اومد. کار نیمه کاره مونده، الان باید مشغول پخت غذای روز عاشورا بشن. الحمدلله دوستان فراوانی بودن. اخکار موند رو زمین؟ نخه، عجیب. دستگاه سید الشهدا همینش عجیبه. یعنی اگر جسارت نکنم تک تک ما هم نباشیم، این عرابه، این دستگاه خودش میچرخه و حرکت میکنه. ای وای بر من که فکر کنم کاره‌ای هستم تو این دستگاه. ببخش جا این جمله رو خواستم بگم. آره، محسن هیچ وقت زمین نمونه در هر یک از رشته هاش. دوستان دیگر بودن اطعام غذا رو پخت و بدش رو ادامه دادن، ایشونو بردن به بیمارستان و الحمدلله سالم برگردوندن. ده. هیچ جایی از ایشون شکسته نشد جد در 5% که اونم به مرور زمان خوب شد الحمدلله. بعد از مدتی ادامه به کار دادن. بله، نگه دارنده اش نیکو نگه داشت، وگرنه صد قدح نفتاده بشکست. عجیبه. بگید آجا برامون. زیبا. بله. میفرمان الحمدلله ایشون
برای مدت زیادی باز هم مشغول شدن و دیگر عزیزان من میخوام اسم ببرم خیلی هستن، خدا رحمتش کنه، آقا سید فاضل قافله باشی داشتیم که ایشون برنامه تکیه رو انجام میداد. خب البته ایشون بهم. الان 30 سال رحمت خدا رفته. در همون اوائلی که حسینیه ما ساخته شد، بعد 1 سال ایشون بر اثر بیماری از دنیا رفتن، خدایش رحمت کنه. اجازه میدین من یه شرحی بدم راجع به تکیه؟ بفرمایید. تکیه در زبان فارسی به معنای همون موکب و حسینیه هستش، یعنی یک فضایی رو بهش تکیه میگن. اما در عربی وقتی لفظ تکیه به کار میبرن، کربلا انشالله اومدید و دیدید، یا کربلایی هایی که در شهرهای خودتون حسینیه دارن مراجعه کنید، ببینید یه جایی منبر میچینن بهش میگن منبر لاله، از همین لاله هایی که ما اینجا روی منبرمون داریم. این لاله ها رو به سبک خاصی میچینن و یک محاکاتی داره، یعنی یه قصه ای رو میخواد بگه. بعضی هاش اینا لاله ها اشاره میکنه به اصحاب سیدالشهدا، تعدادش مشخصه، باید 72 یا بیشتر باشه، یا هر کسی نسبت به محلش و اون موکبی که داره لاله های خاص خودش رو میشینه، یا آداب خاصی داره که انشالله من بنام اینه که تو تکیه بین الحرمین یکی از این بزرگوارانی که تکیه عربی یعنی تکیه کربلایی میچینن رو بیارم و باهاش مصاحبه ای داشته باشم. خواستم این جمله رو بگم که وقتی حاجی میگنشون تکیه درست میکرد، متوجه باشین منظورشون اون منبر لاله هاست. ببخشید آقا، زمین توضیح رو بدم. بله، ایشون تکیه رو انجام میداد و بعد مینشست خودش نگاه میکرد به یه حالت حسرت به اون تکیه ها و درود میفرستاد به روان آقا امام حسین، خدایش رحمت کنه. و الان دیگر دوستان همین راه ایشون و فرزندانشون هم هستن، ادامه میدن تکیه رو پابرجا میکنن. و من اینجا جا داره که از دوستانی که الان در حسینیه کربلایی ها در قزوین، خدا انشاءالله بهشون سلامتی بده، جناب سنت السادات حاسد فاضل زرابی و صدیق عزیز من و دوست گرامیم همکاریم که با هر دو سر منبر نام یا حسین رو زمزمه میکنیم، آقا ملا بهاءالدین مستقیم کربلایی و دیگر عزیزان و استاد قرآن که میخوندن، الان ایشون هم مقدار کسالت دارن، آقای عباس آقای مستقیم هستن که ایشون هم سالهای سال مداح امام حسین بودن، هر کدام به زمان خودشون در این هیئت کربلایی ها چه قبل از تأسیس حسینیه چه الان خدمت کردن. و نوجوانانی که 2 سال 3 سال بیش نداشتن الان به سن 25 سالگی و بعضی ها به 30 سالگی رسیدن، با عشق و علاقه در این حسینیه کربلایی ها دارن خدمت میکنن و این مورد مباهات برای من. الحمدلله. آقا من حالا که فرمودین اسمای این بزرگواران رو آوردین، از طرف ما شما بزرگواری کنید و هر کدوم از این اعضایی که اسمشون آوردین، از خدمه هیئت کربلایی های قزوین یا هیئتایی که باشون توارد دارید، رفت و آمد دارید، هیئت میرید میاید، بزرگتراشون رو ما اینجا دعوت میکنیم و شما مبلغ ما باشین، یعنی دعوت رو شما به جا بیارید. کربلا مشرف شدن تکیه بین الحرمین بیان و همینطور که شما بزرگواری کردید اونا هم برای ما از خاطراتشون بگن برامون. انشاءالله حتما این قول به ما بدید، دعوتشون کنید. پیام شما خواهم بود به همه نوکرای ما حسین، هر کدوممون ما یه جور نوکر هستیم. خدا خیر. بازم جا داره من باز یک اسم دیگر از عزیزان ببرم، اهل کربلا بودن، بچه اصفهان بودن که در برگزاری همون تعزیه گردانی که الان یادم افتاد، مرحوم حاج علی معروف به گله، حاج علی گله میگفتن، ایشون نقش امام حسین در نقش اهل زینب اجرا میکردن، صدای حزینی داشتن، مرد جا افتاده و پیر غلام امام حسین بودن. در دهه 45-48 تعزیه گردان بودن که ما زیر دست ایشون و دیگر عزیزان بزرگ شدیم و این موقعه افتخار من هست، همین گفته من از قرآن و تعزیه به اینجا رسیدم و این خواسته پدر من بوده که من نوکر امام حسین باشم، در دستگاه امام حسین بخونم، حالا به هر شکلش باشه. الحمدلله به خواستشون رسیدن و من هم در این راه تا اینجا ادامه دادم. خدا خیرتون بده، بزرگواری کردید، زحمت کشتید، هستیم در خدمت آجا. شنیدین بزرگانشون رو به خوبی یاد کردن، اسادیدشون رو به خوبی یاد کردن و
بین حرفای حاج آقا مطلبی که به ذهن من رسید این بود که دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت اوست. یا علی. هر جای عالم که هستید الان این منظره رو مشاهده میکنید، دست ادب به سینه بگذارید. حسب فرمایش صادق مصدق علیه اول الصلاه و السلام فرمود از هر جای عالم میتونید دست ادب به سینه بگذارید. سه مرتبه صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله اسم شما جزء زوار سید الشهدا ثبت و ضبط خواهد شد. شماره که پانویس میشه زیر نویس گیرنده هاتون هست، زنگ بزنید برای ما مدح و منقبت بخوانید، سلام بدید، حتما تکیه به صوت سلام بدید خدمت سید الشهدا. این زمینه رو شبکه جهانی ام حسین از طریق برنامه تکیه بین الحرمین برای شما بیننده های محترم فراهم کرده. نکته ای که خیلی پرسیده شده و من اندک جوابی دادم ولی الان مفصلتر خدمتتون عرض کنم، خواهرانی که پیام دادن و شعر برای ما فرستادن از شاعرهای اهل بیت، از زانی که برای اهل بیت شعر میگن، بارها گفتیم هم از آقایون و خواهران شعرهاشون رو برای ما ارسال کنن، ما هم میخونیم خودمون و اگر خودشون به صورت دکلمه، دسته از خواهرانی که موافقن شعرهاشون رو برای ما بفرستن به صورت دکلمه بخونن، بعد از مشورت با مدیریت شبکه جهانی امام حسین حتما پخش میشه. اون دسته از عزیزانی که از آقایون هستن و شعر گفتن، اگر تکیه به صوت یعنی بخوانن برای ما شعرهای خودشون رو با صدا پخش میشه و اگر دکلمه هم میخوانن باز برای ما ارسال کنن. دسته از عزیزانی که میخوان بخونن برای خود سید الشهدا، دسته از عزیزانی که میخوان روزخانشون برای همه عالم پخش بشه، از منبر تکیه بین الحرمین تماس بگیرید بخوانید. شنیدید صحبتهای حاج محمد علی کربلایی رو، این پیر غلام منبر سید الشهدا. معجزات تو دستگاه سید الشهدا خیلی زیاد هستش، ما یکم باید دقتمون رو بیشتر کنیم. حرفاً همه چیز میشه معجزه باشه، راه شناخت باشه. فرمود من عرف نفسه، آن به آن حیات ما معجزه است. همش خوارق عادات، همش کار خداست، ولی در دستگاه سید الشهدا خیلی محسوسه برای نوکرای ابی عبدالله. خیلی چیزها دیدن، خیلی چیزها شنیدن و ثبات بهشون داده در این دستگاه موندن رو. نکته ای که عرض کردم این بود، نکته ای که میخوام عرض کنم، تماس داریم، گوش میکنیم، در خدمتون هستم. الو، سلام علیکم. الو، سلام علیکم. من صداشون رو ندارم، اتاق فرم. الو، سلام علیکم. سلام رحمت الله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. السلام علیکم یا ابو عبد الله. السلام علیکم یا ابن رسول الله. سلام علیکم رسول. برادر عزیز، خدا فرما صداشون قطع میشه برای من. بله قبول باشه، من صداشون رو ندارم. السلام علیکم یا ابن رسول الله. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین. السلام على الحسين. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. قبول باشه انشاءالله. متاسفانه قطع شد صدای این بزرگوار. قبول باشه انشاءالله. خوشا به احوالتون که صداتون بین الحرمین ابی عبدالله پخش شد. عرض میکردم نکته رو که اگر کسی در دستگاه سید الشهدا، اون بحث خزلان که مفصل راجعش صحبت کردیم کنار، اون که میتواند و نکند کنار،
چه مصائبی گرفتار میشه دنیا و آخرت، ولی کسی بتونه قدمی برداره هنوز بهش فکر نکرده. خیلی از این بزرگانی که در دستگاه سید الشهدا هستن شاید یه روزی اصلا نمیدونست که قدرت آشپزی دستگاه سید الشهدا رو داره، قدرت اداره سیستم چای مجلس روزه رو داره. از یک جای شروع کرد و مون و ماندگار شد. از تک تکشون بپرسید شما تخصصی در قبل داشتی و شروع کردی؟ قریب به اتفاقشون اینطور نیستن، توفیق سید الشهدا داده، اینها طلب کردن، ایستادن و به یک جایی رسیدن در رسکای سید الشهدا که الان همه مردم بهشون سلام میکنن. دیدید اطرافتون هر کدومشون رو که میبینین مردمش میگن التماس دعا. صدایی داریم از یکی از مدده‌های خوب که گفتن اسمشون پخش نشه، گوش میکنیم. رحمان الرحیم، خدا برای جهان کم نزاشت با حیدر و گفت قبل ازل یا علی یا حیدر. خدا نوشت که روی زمین خدا خدا نوشت که مولای انبیا حیدر. فقط بهش علی فقط علی عشق است. خدا نوشت علی فقط علی عشق است. عشق است. بیننده محترم، حرف من اینه که فسبق الخیرات، خودت بلند شو و یه کاری تو دستگاه سید الشهدا برای خودت فراهم کن. عزت دنیا و آخرت در خانه سید الشهدا است، یقین دارم که عرض میکنم. برید صفحه تاریخ رو ببینید، اون دسته ای که خیلی بین مردم عزیز بودن غیر از در خونه سید الشهدا جایی رفتن یا نرفتن. چه بسا گاهی عده ای که اصلا شیعه نیستن، اصلا داخل دایره طهارت تشیع نیستن، بیرونن و اینها اسمی دارن، سمتی دارن به خوبی. وقتی گفته هاشون رو میبینی میگن ما از سید الشهدا ابو عبدالله الحسین فلان کار رو یاد گرفتیم و الگوی خود قرار دادیم. چون بنای من بنای اسم آوردن نیست، نمیگم کیا، ولی ببینید حتما متوجه میشید عرض بنده رو. بیننده محترم با آیدی امید که از ما خواسته دعا کنیم براش، چند سالی ازدواج کردن و صاحب فرزند نشدن، انشالله نسل صالحه. انشالله نیت کنید اگر خدا فرزند پسر به شما داد غلام و اگر دختر کنیز دستگاه سید الشهدا باشه. تماس داریم. سلام علیکم. الو.
در خدمت شما هستیم. سلام علیکم حسین جان. الو صداتون پخش میشه، بفرمایید. متاسفانه قطع شد صداشون، مشکل تماس هست، مشکل تلفن هست. عرض میکنم برای ما وایس ارسال کنید، جهتش همین هست، چون اتصالات دیگه در از اختیار ما بیرونه، یعنی شرمنده شما میشیم، بین تماس قطع میشه. بیننده محترمی که از ما خواستن که رفتم قرآن بخونم نتونستم بخونم، سید الشهدا کمک کنه به من که حافظ کل قرآن بشم. به این تصمیم و به این اعتقاد که خواستشون رو در خونه سید الشهدا آورده، ان شاء الله سید الشهدا عنایت کنه و از اون قاری های خوب قرآن کریم باشیم، قرآنی که در کنار اهل بیت هست، قرآن تنها اصلا نه به کار ما میاد و بهش نه بهش توجهی داره. بیننده محترم با آیدی ان ام سلام، خسته نباشید، اگر حرم آقا رسیدی ما رو فراموش نکن. لطفا دعای قشنگی کردن، از ما خواستن که از مرحوم مؤذن‌زاده پخش کنیم. چشم، حتما پخش کنیم. کرد گفتن از خدا میخوام که اونطوری که خودش میخواهد باشم، اونطور که خود اهل بیت میخواهند منو قرار بده. انشالله مورد رضای اهل بیت قرار میگیرید، زندگی و اطرافیانت. نکته درد دلی من عرض کنم خدمت شما، گاهی از مدعاهای عزیز که نمیدونم چی بگم، هرچی بخوام بگم خودتون بهتر میدونید، نمیخوام وارد حاشیه ها بشم. اسماشون رو پخش کردیم، بعضی وقتا با بعضی واکنش ها روبرو شدیم متاسفانه. من سعی میکنم که کمتر اسمها رو بگم. تماس داریم، در خدمتشون هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. صداتون رو داریم، بفرمایید. الو. صداتون پخش میشه، بفرمایید. الو. صدای گیرندتون رو کم کنید زن. اگه امکانش هست میخواستم یه سلام بدم خدمت آقا. بله حتما، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسن و علی علی ابن الحسن و علی اولاد الحسن و علی اصحاب الحسن و علی اصفاد الحسن. السلام علیک یا قمر منیر بنی هاشم، السلام علیک یا عبدالقوی عطا، السلام علیک یا عبد الحق، السلام علیک یا عبد الحق. التماس دعا دارم. یا علی مدد، قبول باشه انشالله. بیننده‌ای که نوشتن سلام منو به آقام امام حسین و آقام قمر بنی هاشم برسونید، سلام شما رو رساندیم و خودتون هم سلام بدید. آن به آن سلام به سید الشهدا دادن خالی از لطف نیست. صدای آماده کردن اتاق فرمان میشنویم از صداهای ارسالی شما. لعنت به آن که پای گذار صدیف شد، لعنت به هر کسی که به ناهر خلیفه شد، لعنت به آن که بر تبع اسلام خرقه کرد، این قوم متحد شده را فرقه فرقه کرد. لعن الله عدو کرد یا علی اولی و نسید خطه. ذریه تو تنه زده به هر جنت، نسیم انگور شیره چیده تو هیئت، تا آخر عمرم شعار منیه، یا حیدر کرار به دشمن لعنت، تکفیر دشمنان علی رکن خیش ماست، هر کس به حرف فاطمه شد خیش ماست، قرآن اهل بیت نبی اصل سنت است،
هر کس جدا از این دو شهر اهل بدعت است. طیب الله و دمشون گرم و نفسشون حق. اونایی که شناختن بزرگوار رو سلام ما رو هم بهشون برسونن، بگید پخش شد صداشون. انشاءالله خودشون بیننده برنامه تکیه بین الحرمین هستن. کاربری که با آیدی ای به ما پیام داده، سلام خوبید قبول باشه انشاءالله، من از شهر فلان هستم پیام میدم، چند وقت پیش نوحه آقامون هم فرستادم پخش کردید، نوحه فرستاده بودن برای ما و پخش کردیم، اسمشون رو نوشتن تشکر کردن، گفتن که هر روز از صبح نگاه میکنم برنامه شما رو، التماس دعا دارم بچه 10 ساله ای انشالله مولا مدد میکنن همین امشب. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمه. سلام علیکم. سلام علیکم، صداتون پخش میشه، بفرمه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید در خدمت شما هست. سلام علیکم. صدای سلام ما رو لطفا از تلفن بشنوید. سلام مولا جان. یا با آقای خوب حسین. سلام آقا جان. سلام علیکم. یا با دارم قبول باشه انشالله بیننده محترم، خودتون میتونید این حال و صفا رو حس کنید، خودتون میتونید ببینید مردم وقتی منبد و بارگاه آقام سید الشهدا و آقا قمرالولایه قمرالعشیره رو میبینن چه حال و هوایی پیدا میکنن. خب اینجا استفاده کنم برای اون دسته ای که اهل فن و اهل دقت هستن، مگر در روایات عبادات امام نیامده که عبدالله که انک ترا خدا رو طوری عبادت کن که انه خدا رو داری میبینی. ببینید مردم وقتی خدمت سید الشهدا میرسن چطور زیارت کنن که انه آقا سید الشهدا رو بعضی تو حرم دارن میبینن و با آقا دارن حرف میزنن. خوش به حال این دست آدم ها، خوش به حال این دست آدم ها که همیشه خودشون رو در محضر امامشون میبینن. میان برنامه میبینیم یا علی. عبدالله ممنون، اگر کاستی در کار ما میبینید حتما بهمون تذکر بدید انشالله رفعش میکنیم. از دسته از عزیزانی که صداشون پخش میشه ولی اسمشون رو به زبان جاری نمیکنیم، هم عذرخواهی میکنیم و هم شرمنده شونیم چون خاص خودشون هست. انشالله ورق جوری بخوره، انشالله دایره طوری بگرده که عوض بشه بعضی چیزا که باید عوض بشه، انشالله عوض میشه. کاش که همه میفهمیدن که ما غیر از نوکری دستگاه سید الشهدا قصد دیگه ای نداریم، ما ایما نوای بینوایی. بفرستید برای ما صداها و فیلم از خودتون، روزه بخوانید برای ما بفرستید. از منبر تکیه بین الحرمین صدای شما به همه عالم خواهد رسید. خوش به حال هر کسی که روزه خوان ابی عبدالله هستش. تا برنامه بعد همه شما را به خدا میسپارم، دعا برای فرج فراموشتون نشه. یا علی مدد، اللهم عجل ولیک الفرج. What's up here?